پس از رزمایش بزرگ امنیت و آرامش، دختری که به دلیل بدحجابی بازداشت شده بود در کلانتری 106 عباس‌آباد کلاف پر برده شد. شاهدان عینی این موضوع گفتند در حالی که دختر از این اقدام سرپیچی نمود، زنان گشت های ارشاد که وی را به این کلانتری انتقال داده بودند به ضرب و شتم وی پرداختند که در انتها وی مجبور به انجام این عمل شده است. گفتنی است اولین پس لرزه های رزمایش امنیت آرامش در تهران کاملا مشهود بوده و نیروهای نظامی و انتظامی که سابقا با تعداد کمتری در میادین حاضر می‌شدند و از اسلحه های سرد من جمله باتون و چوب‌های بلند استفاده نمی‌کردند، به صورت کاملا علنی این وسایل را در دست می‌گیرند و عملا نوع برخوردها بسیار زننده تر شده است. بله، این یک نمونه کوچیک. اظهارات پاسدار رجب‌زاده، سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ رو در اعلام طرح جدید رژیم روز دوشنبه 26 آبان حتما شنیدید و اینکه گفت هیچ تعارف و شوخی با کسی نداریم و کاملا بی‌رحم هستیم. البته قبل از اینکه این پاسدار جنایتکار بگه، مردم ما با گوشت و پوستشون این بی‌رحمی و شقاوت رو سالهاست که تجربه کردند و نیاز به اظهارات وقیحانه این پاسدار جانی ندارن. اتفاقا حرف جدید دیگه مال رژیم و عیادیش نیست. حرف مال مردان و زنان آزادیه که تسلیم این وحشیگری و این بیرحمی نشدند و نمیشن و همه یه وحشت رژیم درموندهی که در انواع بحرانها محاصر است و خودش بهتر از هر کس میدونه که آیندهی نداره از همین. همچنان که در سفری که پاسدار هزار تیر به مازندران داشت، علی‌رغم حضور گسترده نیروی جنایتکار انتظامی، صدای فریادهای یک زن محروم، فریاد اعتراض و خشم همه مردم ایران رو به نمایش گذاشت.